270 میلیون دلار شیبا از crypto.com خارج شد. خبر خوب از ردیاب تراکنش‌های شیبا اینو. رهبر شیبا اینو در جستجوی بازیگر زن برای فیلم شیبا. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به شیبا رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال راتبن سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کلانش راتبن فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. 270 میلیون دلار شیبا از crypto.com خارج شد. نزدیک 25 تریلیون شیبا از این صرافی برجسته به چهارمین هولدر بزرگ فعلی شیبا ارسال شد. بنابر گزارشاتی از سوی پلتفرم ویل، بیش از نزدیک 25 تریلیون توکن شیبا از صرافی رمزارزی برجسته crypto.com به یک کیف پول ناشناس منتقل شده است. این حجم انتقال یافته که حدوداً معادل 270 میلیون دلار است، نزدیک 4% از ذخایر در چرخه شیبا و 46% از مجموعه ذخایر این صرافی از این توکن را شامل می شود. امروز کریس مدیر عامل این صرافی در توییتر پیرامون جریان خروجی چشمگیر توکن‌های شیبا از این صرافی با آدرس ناشناس توضیح داد. بنا به سخنان این فرد، فعالیت‌های حضانت استاندارد در صرافی crypto.com جهت اطمینان از امنیت و حفاظت از دارایی در حال انجام هستند و بخشی از این فعالیت‌ها انتقال شیبا بوده است. رئیس این پلتفرم گفت که این فعالیت‌ها نباید تأثیری بر مشتریان این صرافی بگذارد و به زودی به روزرسانی برای صرافی crypto.com در دسترس قرار خواهد گرفت. در نهایت کریس گفت که هیچ دلیلی برای گسترش ترس و عدم اطمینان وجود ندارد. بنا به داده پلتفرم اتریسکن، آدرس دریافت کننده به دنبال این انتقال‌ها و دریافت نزدیک 25 تریلیون شیبا به چهارمین هولدر بزرگ توکن‌های شیبا تبدیل شده است. تنها دو کیف پول گرم از یک صرافی برجسته دیگر از صرافی به بایننس از این آدرس به مقدار شیبا بیشتری دارند. هرچند جایگاه نخست متعلق با آدرس در نظر گرفته شده برای توکن سوزی شیباست و 410 تریلیون توکن شیبا هولد می‌کنند. رهبر شیبا اینو در جستجوی بازیگر زن برای فیلم شیبا اینو. اخیراً در فضای کریپتویی توییتر شایعاتی پیچیده مبنی بر اینکه توسعه دهنده قصد دارد فیلمی با محتوای کوین شیبا اینو بسازد. توسعه دهنده اصلی بلاکچین شیبا اینو که به نام مستعار کوساما آن را می‌شناسیم، اخیراً نشانه‌ای از توجه به هنرپیشه به نام رمی از خود نشان داده است. این هنرپیشه در تاریخ 17 مارس 29 ساله شد و توسعه دهنده نیز به همین مناسبت توییتی با ذکر نام منتشر کرد و وی را بازیگر مورد علاقه خود نامید. گوساما در توییتی به اون نوشت همینطور عالی پیش برو. رمی نیز در مقابل بارسال توییتی از او تشکر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که قبلا شایعاتی در فضای کریپتویی توییتر پیچیده بود در مورد اینکه کوساما قصد دارد مستندی در مورد کوین شیبا اینو در نتفلیکس بسازد. این ادعا حاکی از آن بود که این مستند قرار است با همه سازندگان از جمله شاید خود کوساما مصاحبه کند. اگر حقیقت داشته باشد که شما در حال ساخت مستند ویژه شیبا اینو هستید، شیبا به ما خواهد رفت. تصور کنید برنامه‌ای درباره شیبا اینو بسازیم و با ارتش و سازندگان آن مصاحبه کنیم. اتفاقی است که تقریباً مطمئنی میلیون‌ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. کی با من هم نظره؟ با این حال اکنون که کوساما علناً رمی را در توییتر تگ کرده و مارسی مشاور متاورس شیبا در حال گفتگو با تد، کسی که مسئول بررسی پروژه آتی در یک استودیو است، مشاهده شده به نظر می‌رسد برخی از علاقه‌مندان شیبا فکر کنند که شایعه فیلم شیبا ممکن است از مستند به یک فیلم داستانی تغییر کند. رمی بازیگری با اصالت هندی است که به خاطر بازی در فیلم‌های بالیوودی شهرت یافته است. لوسی از علاقه‌مندان به شیبا اینو توییتی منتشر کرد که نشان می‌دهد کوساما یا از رمی خوشش آمده و یا دارد به او ابراز علاقه می‌کند یا به دنبال بازیگری زن برای مجموعه بازیگران این فیلم است. کوساما در پاسخ به این توییت میم یک سگ شاد شیبا اینو را با هشتگ بدون شر ارسال کرد. با این حال وی در مورد صحت یا عدم صحت شاید ساخت این فیلم اظهار نظری نکرد. خبر خوب از رادیاب تراکنش‌های شیبا اینو. بر اساس داده‌های ارائه شده توسط شیبا، یک رادیاب تراکنش‌های رمزارزی که در طی چند دو روز گذشته شیبا اینو به شدت در کاهش ارزی نقدینگی خود پیشرفت کرده است، طبق گزارش‌ها درصد سوزاندن توکن شیبا میزان 8900% افزایش یافته است که نشان می‌دهد روند توکن سوزی ارز دیجیتال با سرعت بیشتری در حال انجام است. از صبح روز گذشته تا کنون جامعه شیبا توانسته است 925 میلیون توکن شیبا را از بین ببرند و همه این توکن ها را به آدرس های بدون برگشت ارسال کردند، جایی که حتی یک توکن را نمیتوان برداشت یا خرج کرد. روز گذشته توکن شیبا شاهد ارزش قیمت خود تا 6% بود. هفته گذشته نیز مقدار قابل توجهی از این توکن سوزانده شد که نزدیک به 2 میلیارد واحد است. ولی دوباره حالا شیبا روند نزولی خودش را شروع کرده. پس که فعالیت توکن سوزی در شبکه شیبا اینو پس از راه اندازی پاپینت، شبکه آزمایشی بلاکچین لایه دوم شیبا گوم در تاریخ 11 مارس رشد بیشتری را تجربه کرده است. ارز دیجیتال شیبا اینو در حال حاضر با ارزش بازار نزدیک 6 میلیارد دلار در رتبه 13 بازار قرار داشته و سهم 51% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.10 دلار با احتساب نرخ تدر 53385 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 241 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر
نزدیک 2% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.4 تا 0.8 دلار بوده که همینک 88% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 589 تریلیون و تعداد کل واحدهای 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فاردین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود، صرافی الی‌بانک با سهم 92% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه، 6 ماهه و 1 ساله روند نزولی داشتند و فقط تغییرات 2 ساله روند صعودی داشتند که مطمئناً تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه، 6 ماهه و 1 ساله که روند نزولی داشتند در آینده به روند صعودی تبدیل خواهند شد. افزایش قیمت بیت کوین کمک زیادی به ماینرهای این ارز دیجیتال کرده است. شرکت سرمایه‌گذاری استیفل اعلام کرده که 3 ماه اول سال 2023 نسبت به 3 ماه آخر سال 2022 برای ماینرهای بیت کوین بهتر بوده است. برای مثال شاخص پرایس که درآمد ماینرها بر اساس عوامل مختلف اندازه‌گیری می‌کند، در مقایسه با 12 مارس یعنی 21 اسفند 36% افزایش یافته به 0.08 دلار به ازای هر پرایس رسیده است. هفته گذشته یکی از سخنگویان شرکت نیز گفته بود که بازار کمک زیادی به ماینرها کرده و با کاهش قیمت برق هزینه آنها به طور چشمگیری کاهش یافته است. هکرهای بازار ارزهای دیجیتال توانستند حساب توییتری یکی از بزرگترین خبرگزاری هندی را هک کنند. هکرهای بازار ارزهای دیجیتال توانستند حساب توییتری یکی از بزرگترین خبرگزاری‌های هند یعنی نیوز 24 را هک کنند و در آن لینک‌های فیشینگ مربوط به ایجاب ارز دیجیتال را منتشر نمایند. کلاهبرداران بازار ارزهای دیجیتال قبلا هم توانسته بودند حساب توییتری انجمن پزشکی هند، شورای امور جهانی هند و یک بانک و مودی نخست وزیر هند را هک کنند. با توجه به اینکه بعضی از توییت‌های مذکور هنوز در توییتر نیوز 24 قرار دارند، این خبرگزاری یا هنوز متوجه هک حساب خود نشده و یا همچنان در تلاش است با هکرها مقابله کند. شاخص ترس و طمع به بالاترین رکورد خود در سال 2023 رسیده است. دادهای موجود نشان می‌دهد که شاخص ترس و طمع بازار ارزهای دیجیتال بالاترین رکورد خود در سال جاری به وسعتی رسیده که از زمان اوج قیمتی بیت کوین در نوامبر 2021 یعنی آبان 1400 بی سابقه بوده است. به عبارت دقیق‌تر این شاخص در روز گذشته محدوده 66 رسیده و کاملا در محدوده طمع قرار گرفته است. شایان ذکر است که قیمت بیت کوین در هفته روز گذشته نزدیک 15% افزایش یافته و در حال حاضر هم در بازار قیمتی نزدیک 28000 دلار معامله می‌شود. همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام به کف 20 ماهه خود رسیده است. طبق دادهای وبسایت کوین، همبستگی 30 روزه بیت کوین به زیر محدوده صرف 20 رسیده است که پایین‌ترین سطح این شاخص از سپتامبر 2021 شهریور 1400 محسوب می‌شود. با توجه به واگیرایی روند صعودی بیت کوین و روند نزولی شاخص در دو هفته گذشته، این همبستگی احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد. گفتنی است که اگر شاخص مذکور بتواند در محدوده 0.08 کاهش یابد، با پایین‌ترین سطح خود در 3 سال اخیر خواهد رسید. این ویدیو خوشت اومد، حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا به محض اپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.